از مردم شریف و عزیز و از بازاریان، کسبکاران، تاجر، کسایی که صاحب جایدادن در بازار، این خواهش داریم که در قسمت مراقبت بعدی این پروژه سعی و تلاش کنند و این مسئله را کم اهمیت جلوه نتند که پروژه ما دارای یک عمری بیشتر باشه و ثمرش بیشتر باشه، مفیدیتش برای جامعه بیشتر باشه. ما و شما شاهد این مسائل هستیم که خیلی از بازارها پخته شده ولی عملا در سرش خاک و ریگ و سنگ و آهن و تمام گپا استفاده میشده از او. و مسئله سرک، وقتی از امون ساختمان یک سانتیم که به این سو شوی، این ملکیت عامه گفته میشه که در این هیچ کس حق تصرف شخصی اینچنینی که فعلا وجود داره نیست و اینا خلاف قانون است که این مورد باید دوستا خودشان باید این مسئله را بفهمه. در غیر از اون ما مراقبت جدی اگر از این پروژه نتانیم و این ضررش ضرر برای هم برای خود شخص است و برای تمام مردم است. بعضی چیزها ملکیت عامه گفته میشه که عامه مردم یک کشور در او بالمساوی شریک است و باید از اونا نظر به قانون هر کس مکلفیت داره که باید مراقبت و محافظت کنه. و از طرف دیگه خود دولت هم مکلف به حفظ و مراقبت هست از طریق وجوهات خاصی که بازاریان، شهریات، صاحب خانه، کوچه، هر کسی دیگه مطابق به اصول و طرز العمل و نورهمای خاصی که در قسمت شاروالی وجود داره سهم میگیرند، چی جواز است، اواید است یا مسائل عوارضی و حفظ مصارف حفظ و مراقبت و امثال گپا در قسمت املاکی که وجود داره که ما خواهشمند هستیم و خصوص از نمایندهای محترم بازار که در این قسمت این فرهنگ نهادی نکنند که مردم باید در بخش حفظ و مراقبت سهم جدی بگیرند، چی از لحاظ ساختاری و نظاممند که از طریق سیستم دولتی پیش میره و چی از لحاظ شخصی. شما میفهمین که وقتی دکان کوچش به این وضعیت باشد، کرایه و ارزش از او یک چیزی است، ولی وقتی کوچه پختکاری میشه دارای آبره و دارای آبرسانی و شیریه و کوچه پختکاری، حتی کرایه دکان متفاوت دوچند میشه. وقتی این پروژه عامل منفعت در اقتصاد یک شخص که او چی صاحب جایداد باشه، چی کرایه نشین یا گروگرنده باشه، این قدر تاثیر داشته باشه، بناهن در تمام ابعاد همکاری مردم شریف بازارهای محترم میخواهیم، بخصوص در قسمت اوایی، در قسمت عقص جوازها که ما هم از لحاظ جرایم جنایی و هم از لحاظ سایر قواعدی سیستماتیکی که در داخل نظام دولتی وجود داره ما دولت خود بیتانه عیار کنه، ما همکاری شما را در این قسمت خواهان هستیم و از شرکت محترمم در حضور شما مردم این را جدا تقاضا میکنم که در دو مورد، یک کیفیت و دو سرعت کار باید غفلت نکنه که مطابق به مو شرطنامه که جور کردن باید همین به اکمال برسه. جاده تنگ است، مزاحمت برای بازاری ها زیاد میشه. این پروژه ما به دو سه سال نکشد، مدت معینش باید تکمیل شود و با مو کیفیتی که در شرطنامه گنجانده شده باید تطبیق شود. و از طرف دیگه برای شرکت هم اطمینان میتیم که حکومت محلی در برابر آنچه که مانع بر سر راه پروژه است و آنچه که میخواهد از پروژه باج بگیره در کنار شرکت استاد است که شرکت بتونه کار خود با مطابق با تقسیم اوقات و همون زمان بندی که داره اما کیفیت را در شرطنامه تعهد بسته کرده، قرارداد کرده که دولت تطبیق بتونه. با آرزوی یک بازار پر رونق و نیکنام داشته باشیم و بازاریان سیر و پولدار. صلوات دیگه ایره اللهم صل على محمد و آل محمد. از اون طرف شرکت یکم خدا کنه که نمی پروژه به خیر، با عافیت، به خوشحالی تمام شوه، به خیر مردم باشه. اینمی روزا رو که داریم اینجا سپری میکنیم، شما از ما اذیت نشوید، ما از شما. خدا خیر و برکت در بین ما و شما اضافه کنه. عامل پروژه بازار سنگ ماش هستیم از شرکت رهروان اسمارت بیلدرز. این پروژه
از وزارت انکشاف دهات از برنامه انسجام اینجا تطبیق میشه بخیر در مدت 1.5 سال. بخیر ما انشالله کوشش میکنیم که نمی پروژه را پیش از 1.5 سال تطبیق کنیم و به خدمت مردم عرض کنیم. و گفت دیگه این پروژه در سنگ بازار سنگ ماشه تقریبا 1730 متر طول داره که کوچای سنگ ماشه چیز بازار سنگ ماشه تطبیق میشه. این پروژه در عرض 6 متر دو طرفه جوی داره که عرضش سرک 6 متر داره و جویش یک قسمتش سرباز است، یک قسمت سربسته است. این می پروژه به خیر قابل تطبیق است. سمت است. از این کلیش با تقریبا چیزی بالا 25 میلیون افغانی است. بودجه خاصی چیزی نداره، خو خیر بر صورت نمی پروژه طولش هم کم است، نمی بودجهش در نظر گرفته شده. سلام علیکم، حسین حسنی هستم، صاحب فروشگاه عدالت، یک از فروشگاه سنگ ماشه. چی نظر دارین یا چی احساس دارین نسبت به پروژه هایی که شکل میگیرن؟ آرزوی از ما، نظر از ما اینه که انشاءالله یک کاری خوب باشه، یک کاری استاندارد باشه، کاری بهتر باشه، یک چیزای اساس باید، یک چیز خوبتر باید، دیگه خوبتر جور شونه. دیگه آرزوی مردم هم یک، نه که آرزوی شخص خودم، از آرزوی کل مردم هم یک، یک چیزی بهتر باید، یک چیزی خوبتر باید، دیگه از نظر کانکریت و از نظر رسیخ بندیش رادر اساس باشه، قانونی باشه، دیگه از نظر انجینیرها باشه. دیگه ما بسیار خوشحال شدیم که رادر منطقه آباد شونه، منطقه رادر رهایشی شونه، منطقه خوب شونه، بازار سنگ ماشه بسیار اساس شونه. آرزوی از ما اینمیه. در جریان از پروژه در مدت تخمین 5 ساله که مو است. 5 ساله که می تلاش کردیم، مریضه ها دادیم، می تو بازمی دکتر صاحب سجادی همین چیز برای ما وعده کرد که ما می سرک 4 کوچه را به اندازه 3 کیلومتر را گیر بلدیشیم سنگکاری نیم. باز 2 سال پیش باز ما رفتیم همین اظهارات کردیم که خب کار کجا شد، چیز کار کردیم. باز خانش آبادمی کار دوباره نمی کار دوباره سر کار کردن، بودجه نبود تا نیم سال، یعنی بودجه از پیدا شد که همدن داره برادرای وردک قرارداد کرده که سرک جور کنن، ولی سنگکاری اینه سیم سیمیت سرک ها اساس باید به متوک چیزی باشه که آینده مردم ساخته شنه، برای آینده بهتر باشه، خوبتر باشه، بدتر نباشه که به این شکل باشه. احساس ما؟ ما خیلی احساس خوبی داریم در این باره و تلاش ما هم احساس داریم، هم تلاش داریم که سرکا خوبتر جور شنه، مردم هم قنزقه پروژه هم کاری کنه، چون سرکا که خوبتر بود، آزادتر بود، ساختمان ها خوبتر بود و نظافت مردم به سر بود، وضع مردم به کار مردم به هر بابتش خوب میشه دیگه. بهتر خوب است که شما خوشحال هستید، اما فکر کنم کافی نباشه. به نظرتون خدمات که انجام یافته کافی است در جاغوری؟ ما تازه مفهمیم که نه، دولت توجهش دنج شده از به خاطر همین نماینده های ما. پیش از اینکه دولت توجه نک در کار کردن مردم کرده تا نوز، یعنی می اولین پایه که دولت این رو اوکی کرده که همده این سرکا جور کنه، همه کار کرده یک قصیر مردم کرده. هر قدر که مردم دولت کار کنه، ما در خدمت دولت کوشش نی کمک کنه، کوشش نی که به هر بابت همکاری کنه، ولی که دولت کید نکنه که بخین چه مخنه چه فایده. خواست فعلی شما از دولت چه هست؟ خواست فعلی از ما اینمیه که توجه دولت باشه، جاغوری یک منطقه خیلی خوب و روشن و منطقه خوبیه که دولت توجه داشته باشه. یک قدر کارمند داریم، یک قدر انجینر داریم، یک قدر از هر بابت، از هر رشته مردمای ما داریم و کار ندارن، کلی سرگردان، لالوان، بیکار، هیچ نوع توجه دولت نیه. یاری بیشتر از امیال ما گفتم میتونه که بیشتر از 30,000 نفر معلم در تمام سراسر جاغوری، از این 30,000 نفر معلم خیلی مال شاید 15,000 زمین تور بیکار ویلویا سرگردانی که دنبال روزنکاری میگرده که روزنکاری این بلدیش پیدا نمیشه. اگه دولت توجه داشته باشه که این مردم سرگردان نیه، مردم یک لقمه نان پیدا نه، آسایش آرامش برده مردم بیشتر میشه، راحت تر میشه.